سلام خداوند مهربان و بخشنده، سلام علیکم بیننده عزیز تلویزیون جهانی آریانا، با امیدی که صحتمند سر حال باشیم. بازم در خدمت شما عزیزان هستم با تقدیم نمودن برنامه 59 دقیقه دویل. دوست عزیز، هفته گذشته برنامه رو تماشا کردین، ای که چی گذشته با هم تماشا میکنیم. قسمی که شما مشاهده کردید، در هفته گذشته آشپز به نام بصیر پیرزاد دوباره به استودیوم سرخ آمد و در برنامه 59 دقیقه دوئل ثبت نام کرد. سلام دوستای عزیز، محمد بصیر پیرزاد هستم. بازم در برنامه 59 دقیقه دوئل اشتراک کردیم و تجربه کاریم مدت 8 سال می باشه. و باز هم خواست تا هنر آشپزی خود را یک بار دیگر با مردم افغانستان به نمایش بگذارد. در فامیل 5 نفر می باشیم. یک خودم هستم، خانم هست، دخترکم هست، پدر و مادرم می باشم. بازم می خواهم در برنامه 59 دقیقه دوئل اشتراک کنم و در کوشش ازی هستم که یک روز آشپز طلایی افغانستان هم باشم. سلام دوستای عزیز، مصطفی محمدی هستم. مدت 9 سال میشه که در رشته آشپزی ما تجربه دارم و یگانه علاقه‌مندی ضعف ما که هست در غذای چینی است، هم هندی هم چینی، که هم خوب پخته میتونم و هم در مجموع یعنی دیزاینش هم همچنان. اوقات بیکاری ما البته برتون میگم زیادتر در سیاحتی دوست ندارم و علاقه‌مندی ضعفی که دارم در ورزش دارم. حال هم آمدیم در برنامه 59 دقیقه دوئل اشتراک کنم تا برنده مسابقه شم. با امید از اینکه برنده مسابقه مشم. هر دو آشپز با دلهوره و هیجان که داشتند انتظار باز شدن صندوق سرخ را میکشیدند و هر دو آرزو داشتند تا مواد در صندوق سرخ جابجا شده باشد که به سادگی بتوانند غذاهای مورد نظرشان را آماده کنند و رضایت داوران را کسب کنند. خب دوست عزیز، ببینیم در بین باکس سرخ چی جابجا شده. اجازه است؟ بفرمایید. اوه! با دیدن مواد جابجا شده در صندوق برای لحظه سکوت کردند تا توانسته باشند برای رقابت تصمیم خوبتر بگیرند. بعد از لحظه به کار خود آغاز کردند. برنامه را آغاز میکنیم تا 3 2 1 آغاز دوئل. بفرمایید. 59 دقیقه آغاز دوئل. دوست عزیز، برنامه آغاز شد و برنامه جدی تر است و امروز چلنج داده مصطفی جان، نفهمید کی را، بصیر جانه و بصیر جان امروز دیگه چلنجش را قبول کرده، اما بسیار آرام تر است و میگن که ما یکم خوبم نیستم. با امید که تا پایان برنامه بهتر شوه و بهترین برنامه را پیش ببره. خب اینقدر زیاد مولی سرخه که چی میکنی مصطفی جان؟ یه دایی میتونم که یک بخش غذای چینایی جای کنم و همراه با سرو. خیر، با سرو شد. این غذای چینایی اول نام شد بگو، بخاطر من میخوایم یاداشت کنم. چون برفعلا نمیتونم گفته، باز مزیش میره. نام شد بگو، ذائقه و طعم و نمیفهم دیگه چیزایش، فقط نام غذا را بگو. باز بعدا میتونم بردان بگویم، فعلا نه. هر کسی که در برنامه می غذای چینایی پخته بکنه باز نامش هم نمیگه تا آخر برنامه. چطور؟ چون آشپز ها همی و خیاست شن هست. کدام آشپز ها مثلا؟ در مجموع نشد دیگه، من برم از این باید پنتون ایلا میکنم، یک سال میرم درس آشپزی میکنم. فقط به خاطر از یک نام غذا ها را یاد بگیرم. چطور؟ فقط این قنقل برم بتی به شکل قورمه آماده میشه یا کدام رقم دیگه؟ مکس
سالات واره شکل سالات واره مکسیمی باشه. اگه تا آخر برنامه او بیاد در این قسم شفر گپ بذاری خیلی کس نمیفهمه که تو چی کار میکنی. رقابت میان این دو آشپز جریان داشت و هر دو نهایت کوشش داشتند تا کارهای بهتر برای به دست آوردن نمرات خوب از نزد داوران انجام دهند. داوران کارهای این دو آشپز را با دقت تام نظارت می کردند و بسیر تا اندازه خوب پیش می رفت و مصطفی هم کارهایش را با دقت انجام می داد. داوران نظریاتشان را درباره این دو آشپز چنین گفتند. قسمی که معلوم میشه این دو آشپز جوان خیلی کوشش میکنن که غذا را مزه‌دار پخته کنن و راستی همی بوی از این غذا که ببینیم همه واقعا زیاد همینطور معلوم میشه که غذا زیاد لذیذ و مزه‌دار است. اما بعضی گپا را که من متوجه شدم چون روند برنامه همون مزه غذا زیاد مهم است، اما از نگاه سیه ما باید بسیار متوجه باشیم. مثلا پیازه باید بسیار سرخ نکنیم. اگر ما پیاز سرخ میکنیم امراض گوناگون میره، حتی سرطانه. معلوم میشه که نام خداش بزای ما خیلی لایق هستن. ما یک کمک مصروف است، بسیجان کمی ورخطا شدن، سرمیزشان بیربارک است و همچنان سرپوش دیگ یادش رفته که پت کنه، چون ماونش خیلی مصروف و میوه شدن. مصطفی جانم خیلی خیلی دقیق‌تر پیش میرن. خب همه چیزایی که دارسایبه عزیز گفت ما به تایید گپای ازیا همونطور میگم، همونطور که میبینین سلیقه بسیجان بسیار خوب است. همو قاشق سرمیز ماندگیست باید در جایش مانده شده با دیگه. تقریبا قاشقه که میبینین سرمیز ماندگیست اون حال پس در جایش ماند. و را گفت من یک ساعت میشه که قاشقه میبینم کجا پراکنده است و مشکل در اینا نیست، خودشان بسیار مسلکی و استاندارد کار میکنن. ولی همو معاونشان که هست یک ذره نام خدایش باشه بسیار فعال است، اکتیف است، به خاطر از او یک ذره زیاد اونا میتپن. در جریان هم گفتن که وزن صحیم هم خوب نیست و این وزنشان هم بسیار کم میکنه. برای وزنشان خوب است، اما کاش که صحتمند می بود. در این طرف دوست دیگه ما که معاونشان هستن بسیار فعال است و نرمال به مو سیستم آشپزی میفهمه و هر چیز به مو اصولش میه و جا به جا میکنه. دوستای عزیز فقط 10 ثانیه الی ختم دوئل مون باقی مانده و حساب میکنیم از 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ختم شد. دیگه دست زدن نمیتونین مصطفی جان، خلاص. بعد از 59 دقیقه رقابت پایان یافت و هر دو آشپز غذاهای آماده شده ایشان را به میز داوران پیشکش کردند. داوران بعد از مزه کردن غذاها نظریاتشان را درباره غذاهای این دو آشپز چونین ابراز می دارند. خوب صبح خوبی است، اما ترکاری ها دارن، فقط کمک مرج مسالش کم است. کم است؟ نه دیگه خوب است. بسیار سوپ عالی بود، همونطور که داورای دیگه گفتن. من در گپ آشپز موافق هستم، چون پیش غذایی باید صحیح باشه و با چون تمام مردم افغانستان به تکلیف میده داره و میبخشین گپ تا گفتم همین پیش غذایی به خاطر است که ما را آماده به این بسازه تا بتونیم غذای دیگه خود باشیم. غذای اصلیشان مثل سوپ خیلی مزه‌دار است. بله. و همچنانی که خیلی غذای ساده است، بخص به ورشکارا خیلی خوب است، مایش خیلی قوی است، غذای خوبی است. به وقت غذای بسیار استاندارد و بسیار خوب و مفید، هم از نگاه تکمیل کردن انرژی و بعضی کالری هایی که بدن ضرورت داره مفید. بله. است و هم از نگاه ذائقه میزش دیگه همونطوری که قبلا گفتم تا که غذای جانب مقابلش هم نخوریم، ما قضاوت کردن نمیتونیم. بله. کدامش
برتری دارم و خوب بود. واقعا غذای مزه دار است. مخصوصا همی ماهی را همراه اسپاگتی اینا جور کردن. بله. ذائقه‌ش هم خوب است، نمکش هم زیاد نیست. در اول با معاون صاحب بسیج جان یک شوخی میکنم. در زمان میده کردن میوه من متوجه بودم زیاد بینی خود کش میکرد بالا، یک زد ترشی هم که دایی زیاد شده. یه از امو تم از امو هست و بزر خوشتم ساختش. خوشتم ساختش با خیبر یام بردم شد. دیم یک برد هست، یک غذایی هست که تا حال کس نخورده بودیم. با وقت مزهش خیلی مزه‌دار است. یکی جالب است که مولی سرخک یک نوی ترکاری با میوه است. این خیلی مفیدتر هم است و از نگاه سلقه خوب است که خورد و کلانش اونا مخلوط شده خوبتر است. واقعا مزه دار بود. من فکر میکنم اگر همیشه ریش کمک کم باشه بهتر است، به خاطر که خود موادی که دیگه شده همه شیرین است. حال هم نوبت مصطفی جان رسیده تا پیش غذایی را پیشکش داوره عزیز کنه. یکی از خوبی های سوپی بود که همین سر از این ایچ همین روغن دیده نمیشه. بله. چرب نیست. دومی که من قسمی که پیشتر گفتم این غذا اول با چشم نوش جان میشه. بله بله. شاید یک سلیقه خوب به کار برده شده، رنگش همون سلیقه که با پتنوس آوردن همین گپ ها رو زیاد خوب مد نظر گفتن. واقعا مزه دار بود، نمکش همه گپایش. خب گپ بیشترم که مرچ نمک ندارن، یعنی مرچ مصالح کم است، نمکش برابر است. خب مزه خوبی داره. خوب شد، عالی بود. خب من چیز گفتنی ندارم. خوشتان آمد. بسیار. خب که میگن غذای چینایی مرچ ندارن، البته مرچ دلمه انداختن و سه مواد داره که سمارق، سینه مرغ و همچنان مکارینی. بله. با ترکیه ها خیلی مزه دار اومدن. خوشحال جان به وقت بخلیم گیرتان کردیم. مزه دار بود. بله. هم مرغش مزه دار بود. سلیقه مشقابش بسیار خوب، طعم بسیار عالی و در مجموع خوب بود. واقعا غذای بسیار مزه دار. همه گپایش دیگه سوال نیست که ما سر از او زیاد بحث کنیم. بله. منتها چون ما از نگاه همین مزه نمره میتیم. بله. یک کمک روغن زیادتر استفاده شده. بعضی غذا نمیشه بدون امو روغن پختام شوه. اینکه چرا خودشان خواستن. بله. اما این روغنش بسیار زیاد است. بله. ما باید کوشش کنیم که از روغن استفاده روغن زیاد کمک دوری کنیم. نظریات ما والا یک چیز فوق العاده خوب، یک چیز نو گفتم که من اولین بار مولی سرخه که دفرنی میگن که انداختیم. من مطمئن نیستم اما یقینن که این کار را کردن. واقعا مزه دار است. همین پستیش، کشمش در سلیقه مشقاب بسیار خوب بودن، بسیار عالی و فرنیشان هم بسیار مزه دار و بسیار خوبی شور کرده بودن. خب اینجا مولی سرخک پیدا نتونستم و مزیش هم معلوم نبود و فرنیش خیلی مزدار آمد. معلوم دار که مولی سرخک مزیش خوب کردم. خب سلقه مشقابش هم عالیست، بسیار فرنی مزدار. داوران تصمیم دارند تا نمرات را برای این دو آشپز تحریر بدارن که مطابق لایحه برنامه برای هر غذا در نظر گرفته شده است و اینکه کدام یکی از این دو آشپز برنده است و نمرات خوب را از آن خود می سازد و می تواند در برنامه باقی بماند با هم یک جا می بینیم. اما بعد از یک وقفه.
دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات اخیر برنامه و حال نظریات عمومی داورسایبای عزیز را ببینیم که در رابطه با برنامه کنونی چی گفتنیایی دارن. در آغاز سروری سایبر ما میگن که برنامه 59 دقیقه دوئل منایس داور برنامه چگونه یک برنامه یافتین؟ خب در مجموع زمانی که ما همچین برنامه را قضاوت میکنیم و یا همچین برنامه برام افته، هم سر پیشرفت امو رشته مربوط کاشپزی است در جامعه تغییر خود داره و امو تاثیرات خود داره و همه علاقه مند ازی میشن که امو رشته خود ما کم بگیرن و شایقان ازی زیادتر میشه که در دور از مسابقات آشپزی اشتراک بکنه و در مجموع یک برنامه بسیار تفریحی آموزنده و به ای که یک انسان در پای یک برنامه نادرست میشینه، همچین برنامه آموزنده و دلشاد کننده که در بینش اتفاق ملی را وحدت ملی را بر بین مردم برمغان میاره، یک گپ بسیار جالب و یک گپ بسیار خوب است. خوشحال جان، خودت تا چقدر آشپز هستید؟ من ماکارونی را خوب پخته کرده میتانم، البته سابق پخته کردیم زمانی که ماجر بودیم دیگه. از وقتی که از اوایل دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در افغانستان آمدیم متاسفانه آشپزی نکردیم. هیچ چند سال آشپزی نکردیم؟ یعنی 15 سال میشه. 15 سال. خب اگر شما تو تخم مرغ پخته کردیم، ورده جمع آشپزی نکردیم. آه تخم مرغ و چی میگن یگان چپس. چپس هم نکردیم. خب تخم مرغ زیاد پخته کردیم. بو یگان جگر که سرخ میکنن این گپکای رو کردیم هم تو. خدا کنه جگر خواب نمانه باز. نه دیگه وقت آشپزی ضعیف نیستم. اگر چی رو پخته کنم هم یادم نداشته باشم از سلیقه خودم یک چیز خوبی جور میکنم. مقصد هم کار رو میکنن میدی خودشان پر میکنن. آه نگه پرخصی رسید. بسیار تشکر. سادات های بزرگوار بر ما میگن که نمیفهمم چقدر آشپزی ها داریم دخترها خود زیاد نقطه بین هستن نه در بشقاب در چی نمیفهمم امروز چقدر گفتی اگر تا چی کشیدن غلطی. خب بی‌نظیر جان آشپزی میگم هیچ آشپز نیستم و هیچ الان تو نگو دیگه رسمن هم تو گفتی اگه تو آبروی ما را میبرن یک دختر بگوی که آشپزی بلد نیست. نه خیر خب بعض دخترای ما سر خیلی آشپزی خوب است. در خانه ما همه خوارای ما بسیار استعداد بالا دارم. آشپزی چی نکردیم هیچ امتحان هم نکردیم. این یک روز در خانه تمام میمانیم مهمان هم یه 11:30 بجه روز باز چیکار میکنیم؟ خب در بیرون رستوران بخیریم. باز میگین میبخشید هیچ کس خانه نیست من تنها هستم. هیچ وقت قسم نشده چون من زیاد خانه نیستم و ضرورم که باشن از بیرون میخواییم. چقدر بعد یک دختر جوان تا داخل خانه باشه 11:30 بجه میمان بیای باز تو بری از هتل نان بیاری. شوخی کردم همراهتان. سلامت باشین، زنده باشین. یک دونه بچه فیلم امروز داور برنامه ما بود. ای که بچه فیلم باشی هر کاره می باشی، ای که چه آشپز از خدا میفهمه. خواهش میکنم. خب سوال شما ما آشپزی را یاد داره میانی؟ دقیقا. بله ما آشپزی را یاد دارم و علاقام دارم به خاطر که ما یک زمان ما مسافر بودیم تنها بودیم یاد گرفتیم. یک کس امیال برای نقل داد میگه بگو کلاپاچه آماده کرده بیتانیم؟ کلاپاچه نیوله امیر دروغ نمیم کلاپاچه را یاد ندارم. خب. اما دیگه غذا را یاد دارم و بسیار متوجه میشم که این غذایی که جور میکنم سی باشه زیادتر. شاید در این برنامه برای ما مزه شک طرف اما سی بودنش دیگه طرف زیادتر ارزش داشته باشه. از او خاطر نمرات ما فرق میکنه. در بین غذاهای افغانی کدام یکی بسیار زیاد دوست داری؟ والا قابلی پلو. چقدر یاد دارین قابلی پلو؟ یاد دارم. چقدر؟ والا ما اول بریم دم داده بشه اول زردک سرخ میشه اینا بیاد نان مولی میشه. اول ما دیگه قسم پخته میکنم. اول یک چیزی کاملا نو روغن همراه آب همراه پیاز مجور میکنم. من هیچ وقت نمیمونم که پیاز سرخ شوه. پیاز سفید میمونم. بله خدا میدونه قابلی پلو چه رقم قابلی بسیار مزه دارد. خدا میدونه قابلی پلو بعد از او مثلا من گوشت میپرتم کورم سرخ نمیکنم. یک دفعه زیر پلو گوشت خام نبرایه. نه از کجا معلوم که تی اگه پس یک روز اینجا رسما باید آشپزی کنین ما ببینیم مطمئن شویم آشپزی میکنم به شرط در مسابقه نباشه که باز من میوازم. خیلی چه رقمی دیگه بود آشپزی مثلا یک روز بیاین همینجا امرای بسیر جان آشپزی بکنین. او بسیر جان نام خدا بسیار لایق است. خب بیاین امرای ما آشپزی کنین یک روز. من هیچ یاد ندارم آشپزی. امرای شما چلنج دادم میتونم فکر میکنم. هیچ نظرش نمیایم. به هر صورت بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. خوش آمدین. و یک پیامک کوتاه دارم. میرونی. من میخوام راجع به خود غذا. کسایی که مرض شکر دارن، چربی خون دارن و میخواین وزن خود نگاه بکنن. تکلیف میدهشان کمتر باشه از سرکه سیب. سرکه اصل سیب شبانه فقط یک قاشق
با آب گرم. بوی بسیار بد داره سرکه سیب. نه نداره. وایره نوشجان بکنن، شما ببینین که هم چربی خونتان کم میشه، هم شکر شما رو کنترل میکنه و هم بر تکلیف های میدیتان به اندازه زیاد خوب است. خدا کنه پیام گرفته باشین. این که گپای گفتن اطمان گپای مفید است که خودشان تجربه کردن، برای شما هم خدا کنه مفید تمام شوه. حالا میریم طرف بهیر جان ببینیم که بهیر چی کارا میکنه. خب دوست عزیز، زمان بسیار حساسی رسیده و ما بازنده و برنده را براتون اعلان میکنم و نمراتی که از آدرس داورای عزیز و شما بیننده عزیزی که رای ارسال کردین بعد از رس ما رسیده عبارت است از 47 نمره و 48 نمره. فقط یک نمره تفاوت داره و اعلان کنم دیگه. دوست عزیز راضی هستین؟ تمامشان میگه بله. خب برنده این مسابقه است آشپز مصطفی جان. چطور هستی؟ چی گپا؟ امروز تجربه نخستت بود در استودیوم سرخ. بله. چطور گذشت برنامه برد؟ بسیار عالی گذشت. چیزی آموختی؟ بله. چیزی که آموختم به سب ضرورتم بود. اما چیزی که به سرعت کارم اطمان آموختی دیجا. بله. بله. چون که سرعت کار خود در مجموع می باشه. کسی که حساب شمال کار می باشه، یعنی هر جا که حساب اجرای وظیفه می داشته باشه در مجموع باید داشته باشه. بله. بازی حساب برنامه از 59 دقیقه باید سینه و غذا باید تهیه کنی. اگر خوبتر باشه شاید یک وقت زیادتر بگیره. اگر میدیم باشه یا متوسط باشه شاید برسه. ولی ما خوشحال هستم که در این برنامه اشتراک کردیم. ببینیم که دیگه دوباره عزیز چی قضاوت کرده و دسته عزیز و بصیر جان امروز بر شما چطور گذشت گرچه شما تجربه زیادی دارین در استودیو سرخ؟ امروز بسیار بر من یک روز خوبه بود. امروز بسیار نیکی بود. بله؟ چون ما امروز در برنامه همراه با او داورا داور صاحبای مقابل شدم که تماماً ورزشکار و بسیار سالم. بله. بسیار مردم های خوب خانهشان آباد بسیار نظریات و بسیار خوب هم بر ما دادن. دگه و ایران بگویم که مصطفی جان هم بسیار زد زحمت خود کشید. اگر هرچی که شاگردشان نام خدا بسیار زد عجله میکرد نسبت به خودشان همچنان. خب بازم مصطفی جان اگر ما برنده شدم یا مصطفی جان برنده شد با ما کلان فرق نمیکنه. خب. چرا که مصطفی جان واقعیت که لیاقت برنده داره. خیلی برنده برنامه امشب ما است آشپز بله آشپز بهجان دال نده دلاشان دگ دگ میکنه دوست عزیز نه دگ دگ نمیکنه بخاطر چون مصطفی جان زیاد هیجان هست ما میخوایم ببینیم هیجانیش چقدر هیجان بشه دال دیگه هیجانیش میبینه چرا که ما خب برد زیاد کردیم تقریبا شاید که 7 الی 8 برنامه یا 6 برنامه بوده باشه که ما اینجا اومدیم و هیچ باختم نداشتیم الحمدلله ما هیجانی خود زیاد دیدیم میخوایم از مصطفی جان هم ببینیم بله بله باز هم دوست عزیز امروز در برنامه برنده است آشپز مصطفی جان نه بلکه بصیر جان تبریک باشه براتون و مصطفی جان بسیار زیاد خوش آمدی چون امروز دیگه خوب رقابت تنگاتنگ داشتی با بصیر جان ماشاءالله امروز دیگه خوب همینطور بصیر جان دست پاجام شده بود چالش زده بودی به خاطر چون از من بار اولم بود واقعا یکم که استرس داشتم بله چون بعض لوازم ضربت که به حساب نیاز داشتم نمیافتم خب خیر باشه برد باز چالش کنه میتی برش ان شاء الله اگه خواست خدا بود خیر برد دیگه اگه مقابل شدیم باز هم میباشیم مثل برادری زنده باشین تشکر و بر خود بسیار زیاد تبریک باشم تشکر بصیر جان بسیار و دوست عزیز باز هم بصیر جان در استودیوم سرخ میمانه و ببینیم که بر شما توفی برنامه چی پخته میکنه. ای که چی پخته میکنه خودش خواد گفت حال نمیگی بر دوست عزیز دیگه اطراس اگر حالا بگویم شاید مزهش بره شاید بعض کسا علاقه مندش باشه بعض کسا علاقه مندش نباشه بگویم برو دیگه ایره خود اینا نخو ما خوردیم یا خوش ندارم من میخوایم که در برنامه ببینن و خودشان
آیستا 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 ببینم بگن او ولن یک چیز دیده بودم خب بیا برنامه را خودش هم یاد بگیرن باز پخته کنن. بله دوست عزیز ما هم از حضورتان مرخص میشم دوست عزیز تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم شما را با خداوند یکتا و به همتا میسپارم. خب دوستان عزیز باز هم چنان هستن یک جهان سپاس تشکر تا این مرحله به ما همراه ما کمک کردین تا ما تونستم این برنامه را همچنان به یاری خدا و همکاری از شما دوستا بتونم ببرم برای یک بار دیگه برنده شوم و یک تشکری خاص از داورای عزیز میکنم که به ما رای دادن و حال دوستان عزیز ما بر شما یک گفت برنامه را میپزم ببینین که ما چی میپزم شما خدا کنه که یک چیز آموزنده باشد تا شما بتوانید یک چیز بیاموزین. خب من شروع میکنم همراه با سینه مرغ که را باید پاکاری کنیم. البته باید برتان بگویم دوستای عزیز امی چربیگکای مرغ که هست این امیر ازش بگیرین تا خوب امی مرغ صحیح پخته شوه. ببینین دوستای عزیز من چه قسم میگیرمشه؟ فقط امی تنامی چربی هایشه و هیچ کار نیسته ای را در باطل دانی مندازیم پس ما رو خود به این شکل مایده میکنیم دیدین دوستای عزیز ایره مایده کردیم پس دمی قاب که گرفته بودیم دمی پس میگذاریم و زیر دیگ خود روشن میکنیم گاز شعله گاز تا داغ بیایه مقدار کم روغن هم داشت اضافه کرده اما که مقدار که شما بتونین یعنی برتون زیاد چرب چی نکنین حالا دوستای عزیز پیاز مایده میکنیم البته درباره از این غذا برتان بگویم که یک غذای هندی می باشه که مردم هند و پاکستان زیاد خوش دارنشه چون یکم اگه زیاد داشت مساله و تندی و گپا داشت زیاد استفاده میشه به خاطر از زیاد خوش دارن اونا اگه مساله شه کم کنیم میتونین که خودتون همچنان استفادهش کنیم کسا اگه از مساله و گپا مشکل داره به این شکل توتش میکنیم البته متوجه باشین دوستای عزیز هر وقت که پیاز توته میکنین ناخونایتان متوجه زیاد باشین که یعنی شستان به این شکل بگیرین به این شکل تا بتونین صحیح پیاز یا هر چیزی که مایده میکنین صحیح مایده کرده بتونین چرا که زود دست انسان میزنه در این حالت پیاز مایده شد روغن هم قسمی که میبینین داغ هسته و روغن ایره اضافه کرده این حال تا که پیاز آماده میکنه خدا چون سیر خودش نازک است سیر کدش یک جای آماده نمیکنیم علاوه فقط سیر پست میکنیم
پوستایش رو سکرده زیر کارت باین بسیار یک طریقه آسان است. زیر کارت مانده و فشارش بتین خودش خود نرم میکنه. بعد زیر کارتتون مایدهش کنید زیر پاری کارتتون. ببینید دوستان عزیز آل پیازم کم خود نرم ساخته. سیر آمال دهش علاوه میکنیم. یک کنه مکس کرده دمه ایمانیم زنجفیل میگیریم البته دوستای عزیز شما شاید بگوین که چرا ما از زنجفیل به یه قدر دبل تو چی کردمش پوستش کردم هی به خاطر که دوستای عزیز یک کمک زنجفیل ما اتمن خوب میفهمین که هوا یخ بود یکم یخ برده بودشه خدا خراب کرده بودک البته برتون یادآور شوم دوستای عزیز ترکاری‌هایی که ما اینجا آوردیم تماماً‌ش قبل از اینکه اینجا بیارم شسته بشه پاک است مشکل نداره حالا بونجورنو رومی باک بانجرومی آماده میشه دوستای عزیز پیاز و سیر و زنجفیل آماده شده مرغ دهش علاوه میکنیم تا خوب مرغم خدا مقدار پخته کنم و پیازم هم نسوزه البته دوستای عزیز برتون یادآور شوم که مرغ نازک است مشکل نداره یک چند لحظه که ام تر سر شوه خودش خدا آماده میکنه حالا بانجور میده دوستای عزیز در سرش آماده میکنیم مرغ ما تقریبا آماده شده بانجورومی رو هم سرش آماده کرده علاوه کرده خوب مکسش میکنیم
حال دوستای عزیز یک مقدار کمی آب درش اضافه میکنیم، آب پاک، آب خوب، بسیار آب. این حالا میمونیم مقدار خدا بجوشه، تا که میجوشه، تا که خدا آماده میکنه، مقدار که آماده میشه ما شما میریم به یک وقفه کوتاه. بازم بیننده تلویزیون آریانا باشین انشالله، و در برگشت انشالله میبینین که چی غذای آماده میشه. خب دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. قسم گفتیم دیگه ماندیم، آب دیش علاوه کردیم، ماندیم شما تک با موالت خودش خدا بجوشانه، تا که مرغی که دو علاوه کرده بودیم مرغ خدا نرم کنه آماده شوه. دیگه مرغ خود تا که آماده میشه ما میریم یک دانه مرچ تازه را میگیریم، میده کرده. قسم که در اول برنامه هم براتون گفتم، یک غذای اندیسه باید یک کم تندی داشته باشه، به خاطر از او مرچ یک کم برداشت علاوه میکنیم، اما چون او قدر هم تند نباشه که خورده نشه، به مو اندازه که خورده میشه، به مو اندازه که ما بتانیم خورده بتانیم، به اونمو خود امو اندازه دهش چی میکنیم. حالا مرچ دلمه دور از دو رنگ استفاده میکنیم، رنگ زرد و از سبز. این به خاطر هم دیکورش است، به خاطر هم رنگش است، فقط هم رنگ غذای ما شما را میکشه. شو میکنه که یعنی چه قسمه ما شما رنگش چطور است، چون مامو کلانای ما گفته که اول باید بیبی بازو بازم زاک، اول ما شما میبینیم بازو میخوریم، بخاطر ازو ایره ما مخاطر رنگش از این اضافه میکنیم. ببینین با مو قسمه که مرغ توته کردیم، با مو قسم ایره مامو هر مرغ داره که خودتون میخواین دیگه. ما فقط به خاطر دیکورش استفاده میکنم، به او خاطر همه قبس مسته. ببینین سعی کنین مرچ دلمه سبزم به مو شکل خب یام توت اشد آماده شد، پس مقدار که استفاده کنیم نگیشه مطبقیشه پس میبرداریم. آله دوستای عزیز مقدار کم گشنیزه میگیریم، اگر هر چقدر ششته باشین هم دوستای عزیز بازم بعض اوقات یک کمک چی میداشته باشه، گشنیچ خراب میشده باشه یا زرد میگردانه رنگ خود، بخاطر که بازم مشما چیز را که میخوریم باید پاک باشه و خوب باشه، به او خاطر اول یک بار چکش کنین، سعی کنین چهار دو بغلشه. سعی کنین دو سایز به این شکل میدهش میکنیم. خب دوستا عزیز، قبل از اینکه ایره در بین دیگه خدا اضافه کنیم، مسئله جا که میبینین باید کم کم مقدار کم چقدر استفاده میشه قدر ضرورتش دمی استفاده میکنیم. یک قاشقه میگیریم، فقط مقدار کم مرچ سیاه به اندازه که شما میخواین دوستای عزیز، او ضرور نیست که ما براتون بگویم چقدر برتن یا چقدر نه. زرچوبه یا مساله مرغ است که مقدار باید دهش اضافه شوه. خب نمک، یا چکن پودر میگنشه که از استخوان مرغ جور میشه، ای پودر مرغ، پودر مرغ است به نام پودر مرغ، یا گرم مساله
گشنیز. دیگه همین مقدار که ما استفاده کنیم این بس هسته. خوب مکسش میکنیم تا مساله درش مکس شوه. این حال یک قاشق از این رو که داریم از این رو به یکم یک قاشق رو درش استفاده میکنیم، چون هم رنگ غذا رو خوب میکنه، روشن میکنه. حالا دوستای عزیز مرچ دلمه ای که قبلا تو میده کرده بودیم این رو ایش علاوه میکنیم، خوب مکسش میکنیم به این شکل. و البته یادآور شوم قبل از اینکه ما مکرونی رو ایش علاوه کنم، این مکرونی رو ما پیش از اینکه تماما چیزای خود آماده کنم، ما مکرونی رو مقدار جوش دادیم، آمادهش کردیم کمو سختی خود از بین ببره، نرم شلال بیخی آماده است. ببینین دوست عزیز به این شکل، ببینین تو تمش آماده است، بیخی هیچ کدام نیاز نداره، فقط دی بین از ایک علاوهش میکنیم، یک مکسش کرده دیگه آماده میشه. خوب ببینین دوست عزیز باز اگر نخواستین که مرچ چی میگن مکارونی داش استفاده کنین مشکل نداره، میتونین که به می حالت که خود ما آمادهش کردیم همین حالت خود مقدار آبش کم کمتر بگیرین که بخوا چی نشه، باز چون ما آبش به خاطر زیاد گرفتم که مکارونی هم دی اضافه میکنم که اون حالت خود نرمال به دست بیاره. سعی کنین خب دوستای عزیز تقریبا دیگه همی غذایی که ما امروز بر شما تهیه کرده ما آماده است، کدام یعنی کدام چیز دیگه نداره، بیخی مکملا آماده شده دیگه، فقط شولیاتش زیرش خاموش میکنیم که خود همون زیرش نچسبه. دیگه گشنیچ را که شسته بودیم و میدهش کردیم آمادهش کردیم میره به خاطر همون رنگ و بوی غذا در سرش اضافه میکنیم به این شکل. و برتون یادآور شوم دوستای عزیز که شاید بگوین که چرا در وادی آخر خام استفادهش کنین، یک از دوستای عزیز نرم است، خودش آماده است، هیچ مشکل نداره، فقط دمی آب گرم یا دیگه که شما استفاده میکنین فقط علاوهش کنین که دو ملاقش بتین خودش خود حل میکنه و آماده میشه، پخته میشه خودش. ببینین دوستای عزیز چه خوب یک رنگ به خود گرفته. دیدین حالا ما این را در یک قاب اضافه میکنم، در یک قاب میکشم تا شما هم خوب ببینین و خدا کنه که امروز شما یک چیز خوب از این برنامه مخته باشین. دیگه ما کوشش کردم خدا کنه شما هم یک چیز خوب مخته باشین. من میرم یک قاب میارم، شما هم نر اینجای منتظر باشین تا قاب بگیریم. آلیام آماده است، پیش از اینکه غذای خود بکشیم باید دست تمام این چیزهایی که دادم دست ماست بر ما مزاحمت میکنه این از نزد خود دور کنیم تا بتونیم به خوبی کار خود انجام بدیم. سعی کنین چه خوب یک رنگ مقبوله به خود گرفته. خب دوستای عزیز این بود غذای امروزی که ما بر شما تهیه کردم، شما هم دیدین، خدا کنه که یک چیز از این آموخته باشین، آموخته باشین و دیده باشین که یعنی یاد گرفته باشین. دیگه دوستای عزیز این تعلق به خودتان داره که چقدر شما مساله دیگه اضافه میکنین چقدر نمیکنین، مربوط به خودتان میشه، فقط چقدر مقدار که استفاده میشد و دیگه اضافه میشد ما اضافه کردم از جانب خود. دیگه خدا کنه که امروز یک برنامه خوب براتون بوده باشه. دگلا نگهدار تا دیدار بعد. خداحافظ شما.